خبرنگار یورونیوز روز جمعه به همراه اعتلاف نظامی آفریقا که بر ضد گروه اسلامگرای بوکو حرام در شمال نیجریه میجنگند وارد روستای مالان فاتوری شدند که به تازگی از دست نیروهای بوکو حرام آزاد شده است بوکو حرام از نوامبر 2014 تا آخر مارس 2015 میلادی این روستا را در اشغال خود داشت که باعث فرار ساکنان آن شد در شرایط جدید برخی از ساکنان در حال بازگشت هستند هنگامی که بوکو هرام حدود پنج ماه پیش به اینجا رسیدند ما شهر را ترک کردیم و برای مدتی در جنگل پنهان شدیم بوکو حرام زنان جوان را می گرفتند و به زور آنها را مجبور می با جنگجویانشان ازدواج کنند وقتی آنها از شهر رفتند دخترها را با خودشان بردند و بقیه را کشتند سخنگوی ارتش چاد میگوید این روستای آزاد شده برای بوکو حرام اهمیت استراتژیک داشت چرا که از آن به عنوان مرکز فرماندهی و راهاندازی حملات گسترده در جنوب نیجر و شرق دریاچه چاد استفاده میکردند خبرنگار یورونیوز از این منطقه گزارش می کند. جنگ بر ضد بوکوهرام در منطقه مرزی میان نیجریه، نیجر، چاد و کامرون در حال انجام است. مشارکت در این جنگ به ویژه به خاطر مشارکت ارتش چاد شرایط را در روی زمین تغییر داده و برای نخستین بار در سالهای اخیر جهادگران بخشی از خاک تحت کنترلشان را از دست دادند.